با عرض سلام و ادب حضور تمام دوستان و بزرگواران، اسم من دادرش فتحی هستش. من متخصص گوش و حلق و بینی هستم و به استثناء این از ارادتمندان و مریدان حضرت آقای مجذوب علی شاه. در این چند وقته اخیر من هم تحت تاثیر اقدامات شجاعانه و دلاورانه بانو شرمان بهشتی قرار گرفتم که خستگی ناپذیر جویای یافتن حقیقت در حول و حوش حوادثی که منجر به رحلت حضرت آقای مجذوب علی شاه شد می باشند. البته موضوع حصر و موضوعاتی در طی 2 سال اخیر حیات ایشون رخ داد و موضوع سلامتی ایشون که در نهایت منجر به ترک این جهان شد، جنبه های مختلفی رو داره و من نمیتونم به تمام این جنبه ها برسم و در تخصصم هم نیست، اما از لحاظ طبی و پزشکی برای من سؤالی وجود داره. حضرت آقای مجذوب علی شاه در ابتدای حصرشون فرمودن که در سلامتی هستم و مشکل عمده جسمانی ندارم و بر طبق نظریه پزشکان عمر طولانی خواهم داشت، اما مشاهده میشه که در کمتر از 2 سال به شدت از لحاظ جسمانی ضعیف میشن و نهایتاً در بیمارستان بستری میشن و طی یک مدت کوتاهی که در بیمارستان بستری میشن احتیاج به انجام دیالیز پیدا میکنن، احتیاج به کمک دستگاه تنفسی پیدا میکنن، متاسفانه از یک سو یک لوله در درون حلق قرار میدن و از سوی دیگه حنجرهشون از بیرون پاره میکنن و نهایتاً چند روز بعدش هم ایشون از پیش ما میرن. در طول مدتی که ایشون بیمارشون رو به وخامت گذاشت، از طرق مختلف ما در تلاش بودیم که کسب اطلاع بکنیم که چرا این حوادث در حال پیش اومدنه، چه علتی داره که ایشون به این سرعت از لحاظ سلامتی رو به افول هستن. علت اینی که ما در به دنبال کسب اطلاع بودیم این نبود که فقط بدونیم ایشون حالشون خوبه یا حالشون بده، این یه جنبه عمومی داره. هدف ما این بود که ببینیم چه امکان درمانی برای ایشون وجود داره، برای اینکه اگر امکان درمان در ایران به اندازه کافی نیست و این امکانات رو برای ایشون فراهم نمی‌کردن، شاید کسان دیگه بودن که هم انگیزه‌شو داشتن و هم توانشو داشتن که اقدام بکنن. من جمله خود من به دفعات مکرر با همکاران پزشکم در اروپا صحبت کردم، افرادی که هم متخصص بیماری های داخلی بودن، افرادی که متخصص بیماری های کهنسالان بودن، گریاتری، پزشکانی که متخصص مشکلات تنفسی، امراض تنفسی و ششی هستند و همینجور متخصص دیالیز و کلیه. و تمام این دوستان من که من باهاشون مشاوره کردم به من میگفتن به طور مسلم امکان درمان به بهترین وجه وجود داره. فقط موضوع اینه که قبل از اینکه آدم کسی رو بخواد درمان بکنه باید به پرونده پزشکیش دسترسی داشته باشه تا بتونه تصمیم بگیره. برای همین بود که ما به طرق مختلف، به راه‌های مختلف به در و تخته کوبیدیم
همه کاری کردیم که به یک نوعی کسب اطلاعی بشه تا پرونده رو در اختیار ما بذارن، تا ما بتونیم با دکتران مجرب در اروپا مشاوره بکنیم. امکان انتقال ایشون به طور مسلم وجود داشت، هم امکان مادیش وجود داشت و هم امکانات دیگرش. و من شخصا، من حقیر، حاضر بودم که این کار انجام بدم، ولی متاسفانه اقدام نشد، متاسفانه پنهانکاری شد، متاسفانه پرونده رو در اختیار نذاشتن و کوچکترین صحبتی هم حاضر نشدن بکنن و حتی به طور عمومی هم ابا داشتن و اجتناب کردن از اینه که بگن چرا ایشون حالشون خراب شده، مشکل چی هستش. و با این کمکاری ها و عدم فعالیت ها نتیجتاً همه شاهد بودیم که ایشون طول مدت بسیار کوتاهی ما رو ترک کردن و حیف شد، چون همه جور امکاناتی وجود داشت. اگر در ایران وجود نداشت، در اینجا وجود داشت و ایشون به اندازه کافی مرید و دوستدار داشتن که بتونن کاری انجام بدن و جلوگیری شد از اقدام ما. و مهم اینه که ما بفهمیم چرا جلوگیری کردین، چرا نذاشتین، چرا این امکان رو به ما ندادین که ما اون چیزی که از احتمون برمیاد رو در مورد مرادمون اجرا کنیم. لطف کنید پاسخ این سوال رو بدین. سپاسگزارم.